مراسم الحاق پیشرفته ترین زیر دریای کشور در بندر عباس دیگر برنامه سفر رئیس جمهور به هرمزگان بود. فرمان الحاق زیردریایی فاتح را به نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران صادر می کنم. علا برکت الله. زیردریایی تمام ایرانی فاتح قابلیت حمل انواع تجهیزات و تسلیحات دارد. این زیردریایی علاوه بر قابلیت پرتاب اژدر، همونطور که عرض کردم توانایی شلیک موشک‌های کروز ضد کشتی رو از عمق دریا دارد که برای اولین بار در کشور انجام شده. زیردریایی نیمه سنگین فاتح پس از بازدید رئیس جمهور عازم مأموریت شد. با پیوستن زیردریایی نیمه سنگین فاتح، چرخه دفاع دریایی جمهوری اسلامی ایران در زیر سد تکمیل شد. حسین اژدهایی، خبرگزاری صدا و سیما، اسکلیگ منطقه یکم نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، بندر عباس. زیردریایی تمام ایرانی فاتح پیشرفته ترین زیردریایی ایران با مدیریت و کار جهادی جوانان متخصص ساخته شده است. این زیردریایی با موشک‌های سطح به سطح با برد حدود 2000 کیلومتر قابلیت انهدام همه اهداف و پایگاه‌های تهدیدکننده در منطقه را دارد. با این دستاورد بومی زنجیره دفاعی زیرسطحی کشور کامل شد. ما امروز شاهد خلق دستاورد بزرگ و ملی هستیم. امروز زنجیره دفاعی زیرسطحی ایران اسلامی کامل شد. فاتح به دنیا آمد. چه حس و حالی دارید امیر؟ خیلی لحظه شیرین. زیردریایی های سنگین داشتیم، آبهای عمیق در سیطره ما بود. زیردریایی های سبک ساختیم، آبهای ساحلی ایمن شد. فقط مانده بود فاتح. زیردریایی نیمه سنگین برای آبهای نیمه عمیق، زیرسطحی منطبق با آبهای خلیج فارس، تنگه هرمز، دریای عمان، تنگه مالاکا، باب المندب و شمال اقیانوس هند. ایران کلید هفت دریاست با موقعیتی ژئوپلیتیک و بسیار حساس. باید در آسمان و دریا و زیر سطح حرفی برای گفتن داشت. می تواند جلوی هر تعدی در حوزه دریا رو انشالله بگیره. و امروز با فاتح لایه زیرین هر آبی، چه عمیق، چه نیمه عمیق و چه ساحلی، در سیطره ماست. در جایی که جهان تجارتش، نفتش و گازش به آن وابسته است. سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع پای کار آمد با دانشمندان خود. همه دست دست هم دادن تا زیردریایی فاتح امروز من و شما بر عرشه افتخار اون ایستادیم. تحریم بودیم، سند طراحی نداشتیم. مراکز صنعتی، پژوهشی، دانشگاهی و نیروی راهبردی دریایی با وزارت دفاع هم پیمان شدند که می توانند. ما از یک نوع فولاد مخصوص که عرض کردم قابلیت انعطاف پذیری بسیار بالایی داره استفاده میکنیم. بخشش تیتان هست، بخشش از فلزای خاص گان متال هست و فولاد مخصوص دیگری که اجازه بدید این رو من نام نبرم. مشق سختی بود. طراحی بدون سند، ساخت بدون تجربه، نگاشتن بدون الفبا. دست ها به هم فشرده شد، ذهن ها یکی شد و شد آنچه کسی باور نداشت. این برمجه های عظیم و تلاشگری هستی که سالهای سال
برای ساخت زیردریایی کاملا ایرانی و بومی فاتح زحمت کشیدن، اون هم در دمای گرم بندر عباس. آقا بفرست پایین بگو آقا همه را بگو ببره همه را. 132,000 سند را قلم زدیم. زیردریایی یک دانشگاه است. 4,500,000 نفر ساعت شب و روز کار کردیم. با امیر رستگاری داخل زیردریایی استراتژیک فاتح میشیم. 30,000 نخبه علمی عزمشان را جزم کردند. 76 سامانه طراحی شد. نرم ساخت زیردریایی امیراتی در دنیا اولین زیردریا بین 12 تا 15 ساله. اولین سند طراحی و تأمین زیردریایی در سال 1387 منتشر شد. تمام اطلاعات اهمیت داخل اینجا ذخیره و پردازش میشه. هیدرولیک، آکوستیک، تأسیسات، تحرک و رانش، برق و الکترونیک. این زیردریایی دارای انواع حسگرهای مختلف راداری، سوناری، آپتیکی، الکترومغناطیسی، الکتریکی، حرارتی است. تمام ناوبری و ابزار دقیق این نهر اینجا هست. هدایت و ناوبری، مخابرات، جنگال. به راحتی میتونه با گرفتن چند به اصطلاح رکت از انتشار امواج رادیویی اونها نقطه اونها رو پیدا کنه و به سامانه موشکی اطلاعاتش رو بفرسته. هدایت آتش و سلاح. 11 مدل سونار مختلف در این زیردریایی به کار رفته. زیر فشار تحریم کمی نفس کشیدیم. چالش تحریم تبدیل به فرصت شده و از این فرصت امروز میبینیم که فرزندان این مرز و بوم چه دستاورد بزرگی رو تونستن طراحی کنن و بسازن. فقط طراحی و ساخت نبود، فاتح آبروی ایران اسلامی بود. باید بر اساس همه استانداردها و فناوری روز جهان پیش میرفتیم. باید بر لبه تکنولوژی قدم برمیداشتیم. فرایند تولید زیردریایی به صورت یک کنسرسیوم جهانی است، یعنی همه کار رو خودشون انجام نمیدن. ما یگانه کشوری هستیم که تمامی ارکان اصلی زیردریاییمون رو خودمون داریم میسازیم، خودمون بومی کردیم. ما خیلی زحمت کشیدیم اینجا. سامانه ها یکی پس از دیگری طراحی و ساخته شد، به روز و پیش رفته. یه لحظه اینجا خاموش کنید لطفا، من ببرم شما رو یه جای دیگه. دوباره از یه جای حساس دیگه میخوام رد شم ایران. خواهش می‌کنم. همه مشغول هستن که تست های اولیه زیردریایی فاتح رو انجام بدن. انشالله بریم با فاتح زیر آب. هدومترهای مخازن متغیر چجوری؟ سامانه سوناری، سامانه رانش الکترونیکی، سامانه باتری های ذخیره انرژی. در حال اندازه‌گیری سطح ولتاژ باتری ها هستیم. باتری های زیردریایی باید قابلیت تولید جریان بالا در حد چند هزار آمپر رو در سطح چند ولت باید داشته باشن. این بازی تکنولوژی خیلی های تک هست. سامانه مدیریت نبرد ترکیبی میتونه با سرعت پردازش کنه محاسبات رو، نقطه هدف، نقطه آینده هدف و بهترین موقعیتی که زیردریایی در مقابل اون هدف قرار بگیره و بتونه اجرای آتش کنه. سامانه هدایت موشک‌های زیر سطح به سطح، سامانه هدایت اژدر. قدرت اژدرهای این زیردریایی برابری میکنه با 6 موشک کروز سطح به سطح. سامانه جنگ الکترونیکی، سامانه مخابراتی امن و یک پارچه و چند منظوره. حدود 2 سال بعد از اینکه سیستم نصب شده، البته طراحی تا اجراش، حدود 35,000 متر جوشکاری رو این زیردریایی شده، حدود 12,000 متر کابکشی رو این زیردریایی شده، حدود 4,000 متر لوله کشی در این زیردریایی شده. سامانه پریسکوپ، سامانه کنترل مانیتورینگ جامع و سامانه کنترل خودکار سه‌بعدی. خب این هم موتورخانه مرکزی زیردریایی فاتح، قلب تپنده زیردریایی. ما موفق شدیم به موتورهای BLDC دست پیدا کنیم، موتورهایی که راندمان بالا دارن، نویز بسیار کم دارن و مصرف پایین‌تری نسبت به دیگر موتورهای خانواده DC دارن. ایران شد 11th کشور سازنده زیردریایی در جهان. در
در منطقه جنوب غرب آسیا ایران تنها کشوری است که داره زیردریایی تولید میکنه. اراده کردیم، توانستیم، ساختیم. ما حالا فاتح از 3000 آزمایش سخت با 52000 نفر ساعت سربلند بیرون آمده. حالا آماده عملیات است. ما هم افتخار می‌کنیم که جزو اولین مسافران فاتح آب‌های بیکران. مأموریت ها دارد این سرباز قدر قدرت ایرانی. با یگان‌های سطحی و زیر سطحی دشمن به راحتی مقابله می‌کند. احتمال کشف و ردیابی این زیردریایی بسیار اندک خواهد بود. این شبح مشکی رنگ خواب را از هر متجاوزی خواهد رو بود. موشک انداز است، اژدرافکن است، مین ریز است. ما می‌توانیم اهداف ورای افق رو، ورای افق دید رو بتونیم با موشک زیر سطح به سطح بزنیم. اهدافی که در برد سوناری و آپتیکی ما هستن رو میتونیم با اژدر بزنیم و هر نقطه‌ای رو که اراده کنیم میتونیم با مین‌های بسیار هوشمند منطقه رو تحت محاصره مین‌های دریایی در بیاریم. اگر دشمن قصد تهاجم آبی خاکی به سواحل ما را داشته باشد، فاتح یگان جلودار است. شناورهای حامل نفرات و تجهیزات دشمن را به راحتی در هم می‌کند. فاتح با سرعت زیادی که دارد، قدرت مانوری که دارد، قدرت تخریب بالایی که دارد، در عملیات چریکی و جابجایی تفنگداران دریایی کم نظیر است. به راحتی وارد بنادر و سواحل محدود می شود. فاتح آنقدر پیشرفته و کم صداست که به راحتی می توان گفت می تواند زیر پای دشمن باشد و دشمن غافل از زیر پایش. این عمق راهبردی آفندی و پدافندی این زیردریایی رو به شدت افزایش میده و دشمن دیگر نمیداند از کجای سطح دریای اقیانوس موشک داره به سمتش میاد و این دست برتری. فاتح مأموریتی دیگر هم دارد، قابلیتی ممتاز در زمان صلح، تجسس و جمع‌آوری اطلاعات کامل از تحرکات هر دشمن و بیگانه. امروز پیامش این است که می شود جلوی ابرقدرت‌ها ایستاد، دست گدایی هم دراز نکند. فاتح حالا خانه اش آبهای گرم جنوب است.